سرخط مهمترین خبرها. حملات تازه بالای طالبان در شمال افغانستان گلاش های طالبان را حساب کرده نمی توانید. یک دختر جوان در سر پل به قتل رسید. سرفراز، هر شهروند پاکستان که به مهاجران غیر قانونی پناه بدهد شریک جرم محسوب می شود. بی نوبتی و اضافه ستانی، اعتصاب رانندگان در مرز اسلام قلعه وارد هشتمین روز خود شد. و اخراج پناهجویان از پاکستان تاریخ فراموش نمی کند. باید خدا به مجموعی مهم این کانال خوش آمدید. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما باشید. یک دختر جوان در سر پل به قتل رسید. مقام‌های امنیتی طالبان در سر پل از قتل یک دختر جوان در این ولایت خبر می دهند. دین محمد نظری، سخنگوی فرماندهی امنی طالبان در سرپل، روز سه شنبه 9 اکرب گفته که یک دختر جوان در ولسوالی سانچارک این ولایت به قتل رسیده است. به گفته او، نام این دختر جوان لطیفه بود و 22 سال سن داشت. وی اضافه کرده که لطیفه روز گذشته در روستای فرشخان ولسوالی سانچارک در داخل خانهش با ضرب و شتم به قتل رسیده است. نظری در مورد علت و انگیزه قتل این دختر چیزی نگفته، اما تایید کرد که در پیوند به قتل لطیفه پدرش بازداشت شده است. این در حال است که روز یکشنبه هفته جاری نیست تفنگداران ناشناس یک تن را در قندهار به قتل رسانده بودند. سرفراز، هر شهروند پاکستان که به مهاجران غیرقانونی پناه بدهد شریک جرم محسوب می شود. سرفراز، وزیر امور داخلی موقت پاکستان، به شهروندان این کشور هشدار داده است که در صورت پناه دادن به مهاجران غیرقانونی از جمله افغانها شریک جرم محسوب می شوند. با گزارش روزنامه دان، سرفراز این سخنان را روز سه شنبه 9 اکرب در یک نشست خبری بیان کرده است. وی افزوده است هر تبعی پاکستانی که خانه ای را به مهاجران غیرقانونی اجاره دهد شریک جرم محسوب می شود. این در حال است که مهلت پاکستان برای پناهندگان افغانستان امروز به پایان می رسد. وزارت داخلی این کشور پیش از این اعلام کرده که عملیات بازداشت و اخراج پیش از 1 میلیون مهاجر که مدارک لازمی قامتی ندارند از اول ماه نوامبر سال روان آغاز می شود. دیدبان حقوق بشر امروز در واکنش به این اقدام پاکستان گفته که فشار مقام‌های پاکستانی برای بازگشت دسته‌جمعی مهاجران و پناهجویان غیرقانونی سبب افزایش خشونت پلیس آن کشور علیه شهروندان افغانستان از جمله آزار و اذیت، حمله و بازداشت خودسرانه آنان شده است. حملات تازه بالای طالبان در شمال افغانستان، کلاش‌های طالبان را حساب کرده نمی‌توانید. جبهه مقاومت ملی افغانستان از حمله راکتی نیروهای این جبهه بر یک قرارگاه طالبان در ولایت پروان خبر داده است. جبهه مقاومت ملی با انتشار اعلامیه گفته این حمله حوالی ساعت 11 دوشنبه شب 8 اقرب در سایه علاقداری از مربوطات ولسوالی سیدخیل انجام شده است. در خبرنامه آمده است که در پی این حمله دست کم 3 جنگجوی طالبان کشته شدند. باشندگان محل نیز صدای درگیری را شنیدند، اما در مورد تلفات چیزی نمیدانند. سخنگوی فرماندهی امنی طالبان در پروان گفته که شلیک هوایی شده است. گفتنی است که یک شنبه شب 30 میزان جبهه آزادی افغانستان نیز از حمله نیروهای این جبهه بر یک قرارگاه طالبان در منطقه ریگروان ولایت کاپیسا خبر داده بود. در آن زمان این جبهه ادعا کرده بود که در این حمله 4 جنگجوی طالبان کشته شدند. بی نوبتی و اضافه ستانی، اعتصاب رانندگان در مرز اسلام قلعه وارد 8 روز خود شد. ده‌ها تن از بازرگانان و رانندگان موترهای باربری در اعتراض به بی‌توجهی طالبان و عدم رعایت نوبت بارگیری از سوی رانندگان ایرانی در بندر اسلام قلعه از 8 روز به این سو اعتصاب کاری کردند. معترضان روز سه شنبه 9 اکرب در صحبت با روزنامه 8 صبح گفتند که حکومت ایران تحت نام‌های مختلف از رانندگان افغانستان پول می‌گیرد. با گفته آنان، هزینه رفت و آمد موترهای افغانستان در داخل خاک ایران $400 است، در حالی که هزینه رفت و آمد موترهای ایرانی در خاک افغانستان فقط $90 است. معترضان ادعا می‌کنند که رانندگان افغانستان مجبور هستند که تا 1.5 ماه در صف منتظر باشند،
اما مادرهای ایرانی بدون نوبت و بدون پرداخت خاک پولی به طور روزانه رفع آمد میکنند. مقامهای محلی طالبان در هرات تا اکنون در مورد اعتصاب کاری این رانندگان اظهار نظر نکردند. اخراج پناهجویان از پاکستان، تاریخ فراموش نمی کند. وزیر داخلی دولت موقت پاکستان روز پنجشنبه 4 میزان تاکید کرد که برای آخرین بار به همه مهاجران غیرقانونی در این کشور از جمله صدها هزار اتباعی افغانستان هشدار می دهد تا قبل از ضرب الاجل اول نوامبر این کشور را داوطلبانه ترک کنند. گزارش از خبرگزاری افق. لیاقت علی کمیشنر راولپندی هم در جلسه کمیته با حضور خرم‌علی فرمانده پلیس منطقه و معاونان بخشا، افسر ارتش پلیس و نمایندگان سازمان‌های اطلاعاتی گفته که فهرست اتباعی خارجی فاقد مدرک مقیم این منطقه 2418 نفر است که پس از مهلت 31 اکتبر دستگیر خواهند شد. رهبر طالبان دستور داده است که برای رسیدگی به مهاجران اخراج شده از پاکستان کمیسیون عالی ایجاد شود. در اعلامیه طالبان آمده حکومت پاکستان برخلاف تمام نرم‌ها قصد به اخراج مهاجرین افغان کرده است. وظیفه کمیسیون عالی طالبان به ریاست عبدالسلام حنفی و عضویت 31 تن از مسئولان عالی رتبه این گروه تثبیت، تشخیص، انتقال، خدمات اولیه و صحی و سرپناه‌های موقت برای مهاجران اخراج شده از پاکستان است. تصمیم پاکستان برای اخراج صدها هزار پناهجوی افغانستان در حال اجرایی می شود که در اکثر مناطق افغانستان فصل سرما زمکنون شروع شده و پناهجویان اخراجی در معرض یک فاجعه انسانی قرار خواهند گرفت، زیرا بعید به نظر می رسد که سازمان های امدادرسان قادر به کمک قابل توجه برای اساکن مجدد و فراهم کردن سرپناه برای بیش از 1 میلیون نفر باشند. همکنون نیز سازمان های بین‌المللی می گویند که بیش از 15 میلیون نفر در افغانستان برای فراهم کردن غذای روزانه خود نیازمند دریافت کمکند و زلزله هرات نیز بر آمار یاد شده افزوده و فوریت کمک‌های دریافتی را چند برابر کرده است. برنامه جهانی غذا پیشتر گفته بود که برای مقابله با بحران انسانی ناشی از فقر در افغانستان طی زمستان پیش رو به بیش از 400 میلیون دلار نیاز دارد. پولی که پیش‌بینی نمی‌شود با توجه به وضعیت حاکم بر افغانستان، سلطه یک دولت نامشروع و غیر مسئول، شیوه بحران‌های بزرگ در دیگر مناطق جهان مانند اوکراین و فلسطین و بیمیلی کشورهای کمک کننده به مسئله افغانستان به سادگی تامین شود. بنابراین کاری که پاکستان انجام می‌دهد صرف نقض فاحش حقوق بشر پناهجویان نیست، ارتکاب عمدی و آگاهانه یک جنایت منجر به فاجعه است، زیرا بسیاری از ناظران هشدار می‌دهند که پیامدهای این تصمیم از همکنون مشخص است. اما مقام‌های پاکستانی با علم به این واقعیت دردناک و تکان دهنده بر عزم و اراده خود برای اجرای این تصمیم پافشاری میکنند. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.